خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. همطور که فرمودن، این میعاد سالیانی برای بنده هم فرصتی است چهره نمایندگان محترم رو از نزدیک زیارت میکنیم و درباره فعالیت اونها گزارش رو که غالبا گزارش های خوب و خرسند کننده است میشنویم. چند جمله هم عرایزی عرض میکنیم. این برای ما یک فرصته و خدا رو سپاسگزاریم که امسال هم این توفیق رو پیدا کردیم. روز شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه است تسلیت عرض میکنم. ایام مربوط به بعثت است تبریک عرض میکنم و روزهای یادآوری حماسه بزرگ سوم خرداد و فتح خرمشهر و مجاهدت های جوان های با اخلاص و فداکار ماست، اون را هم تبریک عرض میکنم. اون چه مهم است این است که هر جا هستیم، چه شما، چه این حقیر، چه بقیه مسئولین، توجه داشته باشیم که اونجا در اختیار ماست امانت است. ادای این امانت هم واجب قطعی و شرعی است و خدای متعال از ما سوال خواهد کرد، هم درباره اونچه که کردیم، هم درباره اونچه که نکردیم. باید این رو بهش توجه داشته باشیم. دوره مسئولیت هم گذراست. خب شما در این دوره 4 ساله اخیر مجلس نهم 2 سال رو گذراندید. همه حوادث عالم همینجور سریع میگذره. عمر انسان هم همینجوره. این تمثیل قرآنی خیلی تکان دهنده است. این سبزه‌ای که در اول بهار می روید از زمین یا می شکوفد از شاخ خشک درخت، سبزه زیبایی است. انسان از نگاه کردن به برگ سبز و به سبزه بهاری لذت می بره. نوپا و تازه است و رو به رشد دارد. چیزی نمی گذرد که تابستان فرا می رسه و این سبزه اون چرا که از استعداد در او گذاشته شده است اون رو نمایان می کنه، چه میوه در درخت، چه محصول در زراعت. باز چیز زیادی نمیگذرد که پاییز فرا میرسه. وقتی پاییز فرا رسید، همون سبزه زیبای پرتراوت تبدیل میشود به برگ خشکی و خاشاکی. فأصبح هشیما تدروه الرياح، همون چهره زیبا و جذاب و تراوت بخش تبدیل میشه به خاشاکی که بادها اون رو از این طرف به اون طرف میبرن. ما هم همینجوری. این نمایش عینی عمر ماست. از یک جا شروع میشود، کودکیست و جوانیست و تراوت است و شادابیست و نشاط است و حوصله است و
آرزوهای بزرگ است. و بعد میرسیم به میانسالی، اونچه که از استعدادها در ما وجود داشته است بروز پیدا میکنه به قدر همتمون، به قدر تلاشمون. بعد سرازیر میشیم به سمت کهنسالی و گفت دیر بماندم در این سرای کهن من، تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. کهنه میشیم، فرسوده میشیم، فاصبح هشیما تدروه الرياح، میشیم مثل همون خاشاک. این عمر، این طبیعت زندگی همینه، اینو باید فهمید. تا انسان جوانه این رو نمیفهمه. در سنین ما انسان این رو بیشتر حس میکنه، بیشتر درک میکنه. طول این زندگی جلو چشم ماست، سبزه و تراوت و شادابی و آمادگی، و بعد به تدریج پختگی، و بعد به تدریج فرسودگی. این رو انسان جلو چشمش مشاهده میکنه. با این نگاه باید کار کرد. بعد هم در مقابل محاسبه الهی که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، هر کلمه ای که از ما صادر می شود ثبت می شود، ضبط می شود. هر حرکت ما، هر اقدام ما، بلکه هر اندیشه ما و فکر ما، باید با این توجه کار کنیم. شما در کرسی های مجلس، هیئت رئیسی محترم که به اونها هم تبریک عرض میکنیم که مجددن مورد اعتماد نمایندگان قرار گرفتن، در جایگاه ریاست و عرض کنم که مدیریت، و این حقیر در جای خودم، مسئولین دولتی همینجور، با این نگاه باید نگاه کرد. امانتی است، این امانت رو بایستی ادا کنیم. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ادای امانت هم به این است که اون چه وظیفه ماست اون رو بشناسیم و در حد وسع، بیش از اون هم از ما نخواستن، در حد توان و وسع براش تلاش کنیم، تا جایی که میتوانیم بدویم. نکته ای که وجود دارد برادران و خواهران عزیز این است که نظام اسلامی با مبارزه به وجود آمد. بدون مبارزه این نظام تحقق پذیر نبود. همه آرزوهای بزرگ در دنیا همین جوره. حفظ نظام و پایداری نظام هم با مبارزه به وجود آمد. اگر مبارزه مردم نبود، اگر مبارزه امام نبود، اگر مبارزه مسئولان نبود در میدانهای مختلف، این نظام باقی نمی‌ماند و از بین می‌رفت. همچنانی که می‌بینید در یک نقاطی از دنیا که از ما دور هم نیستند، حادثه‌ای پیش میاد، فرصتی پدید می‌آید، لکن این فرصت رو نمیتوانند صاحبان فرصت نگه دارند، اون رو از دست میدن. ببینید در شمال آفریقا چه خبره و در بعضی جاهای دیگه. عیناً این سرنوشت میتوانست برای جمهوری اسلامی پیش بیاد که دری به تخته بخوره و حرکتی به وجود بیاد و نظامی اسلامی و با شعارهای رنگین و براق به وجود بیاد، بعدم بعد از اندکی به کلی اوضاع دگرگون بشود و از بین برود. اون چه نگذاشت این اتفاق بیفتد مبارزه بود، مبارزه صمیمی و جدی و خردمندانه. اینو ما فراموش نکنیم. دشمنان ما نمیخوان این رو اعتراف بکنند که ملت ایران در راه پیشرفت خود خردمندانه عمل کرد.
اما واقعیت قضیه اینه اگر خردمندانه نبود نمیشد، نمیموند، پیش نمیرفت، به نتیجه نمیرسید. خردمندانه بود. حرکت ملت ایران حرکت صمیمی بود، صادقانه بود. فلما رأى الله صدقنا انزل علينا نصر و انزل بعدونا الكبت. اینو امیرالمؤمنین فرمود. صدق ملت ایران در میدانهای مختلف نشان داده شد. خب حالا میشه نشست یک گوشه‌ای، از این گوشه اون گوشه عیوبی پیدا کرد، اشکالاتی پیدا کرد، اعتراض کرد. خب بله معلومه، اما این رو تعمیم نباید داد، تعمیم نمیشود داد. اون چه قابل تعمیم است اینه: صدق، حرکت، مبارزه. پس نظام با مبارزه به وجود آمد، با مبارزه هم باقی موند. من عرض میکنم کار من و شما ادامه اون مبارزه است. بدون مبارزه نمیتوانیم به اون هدف ها دست پیدا کنیم. علت هم معلومه. علت این نیست که نظام جمهوری اسلامی یک نظام جنگ طلبه، نه، به هیچ وجه این نیست قضیه. شما وقتی در یک منطقه‌ای که در اونجا دزدان دریایی در دریا مستقرن میخواید با کشتی عبور کنید، باید مجهز باشید. طبیعت کار اینه. باید بتوانید از خودتون دفاع کنید، انگیزه دفاع داشته باشید. اگر انگیزه دفاع نداشته باشید، سرنوشت شما معلومه. لخت میشید، آواره میشید، کشتی از دستتون میره، جان شما هم یا نابود خواهد شد یا با ذلت و اسارت باقی خواهد ماند. اینه مسئله، اینه در دنیا. حالا دزدان دریایی امروز دنیا که دزدان دریا و زمین و هوا و همه جان، فرقشون با دزدان دریایی شناخته شده در تاریخ و داستانها و افسانه‌ها و وقایع خارجی اینه که اینها مجهز به علمند. امروز دزدان غارتگر بشر، هم غارت پول، هم غارت منابع، هم غارت حیثیت و عزت، هم غارت اخلاق، این دزدان غارتگر امروز مجهزند به دانش. اینها رو آبرومند کرده دانش، هم چهره اینها رو از اون حالت وحشت انگیز خارج کرده در چشمها، هم ثروتشون رو زیاد کرده. فقط فرقشون اینه، عاقلانه عمل کردن، خودشون رو به علم رسوندند اما به اخلاق نه. لذا به راحتی جنایت میکنن، به راحتی به آرمانهای بشری خیانت میکنن، به راحتی جنگ افروزی میکنن، به راحتی سلاح شیمیایی به کار میبرن، سلاح شیمیایی رو به بکار برنده اون به راحتی تسلیم میکنن، باکی هم ندارن. در مقام حرف و استدلال هم این رو با زرورق میپوشانن، به نامهای مختلفی نمیگذارن کسی بفهمه. یعنی جنایت اینها از جنایت دزدان دریایی سنتی و موجوده در افسانه ها و فیلم ها بالاتره، برای خاطر اینکه کار گناه بزرگ رو انجام میدهند و این رو کار ثواب وانمود میکنند. ما با یک چنین دنیایی طرفیم، با یک چنین جبههی طرفیم. چاره ای نداریم جز اینکه از خودمون دفاع کنیم. مبارزه اینه. اینایی که برای تئوریزه کردن سازش و تسلیم و اطاعت در مقابل زورگویان، برای اینکه اون رو تئوریزه کنن، نظام رو متهم میکنن به جنگ طلبی یا به تئوریزه کردن جنگ، اینها دارن خیانت میکنن، دروغ میگن. نه، نظام نظام انسانی است، نظام شرف است، نظام احترام به کرامت بشر است، نظام سلامت است و صلح و خیر باید مراقبت کرد. در همه این صحنه‌ها، چه عرصه
اداره کشور چه عرصه فعالیت های گوناگون اقتصادی، علمی، فرهنگی و غیره، چه عرصه سیاست گذاری، چه عرصه تقنین، چه عرصه مذاکرات خارجی و غیره، باید بدانیم ما در حال مبارزه ایم. در ادامه مبارزاتی که به پیدایش نظام و بقاء نظام منتهی شد، در ادامه اون راه داریم حرکت میکنیم. اینو باید بدون. این بایستی به مثل یک تفکر گستردهی بر تمام فعالیت‌های ما حاکم باشد. هر کاری میکنیم این بایست در ضمنش ملحوظ باشد. قوای شیاطین عالم برانن که هر جایی، هر پایگاهی از پایگاه‌های بشری و تمدن بشری وجود دارد که در خدمت اونها نیست، منهدمش کنن. بناشون بر اینه، میبینید دیگه. باید در خدمت اونها بود، باید حرف زور اونها و نعره خشن اونها رو باید شنید و تسلیم اون شد، و الا معارضه میکنن، مبارزه میکنن، دعوا میکنن. باید در مقابل اونها خود رو قوی کرد و ایستاد. این اساس کاره. شما در تقنین، دستگاه‌های دولتی در اجرا، مسئولین گوناگون بخش‌های مختلف در حوزه‌های مسئولیت خودشون باید اینو بهش توجه داشته باشن. این عرض ماست. کار مجلس ادامه مبارزاتی است که به پیروزی انقلاب منتهی شد و مبارزاتی که به بقاء این انقلاب منتهی شد. این کار اساسی مجلس. خب حالا این مبارزه تا کی طول خواهد کشید؟ مبارزه جهاد به یک معنا تمام نشدنی است، چون شیطان همیشه در دنیا هست. به یک معنا با موقعیت‌های مختلف شکل جهاد تغییر پیدا می‌کنه. اگر کشورها و ملت‌هایی بتوانند همت کنند جامعه بشری را، جامعه جهانی را از زیر بختک استعمار و استکبار بیرون بکشند، مشکل حل خواهد شد. یعنی عمده مشکل بشریت اینه. امروز دستگاه‌های استکباری و در رأس اونها آمریکا مثل بختک افتادن روی جسم بشریت و روی فکر بشریت، مثل جان بشریت. او رو احاطه کردن، او رو میفشورن، او رو آشفته میکنن، زندگیش رو پریشان میکنن، بتونن خودشون رو بکشن بیرون از زیر این سایه سنگین، از زیر این کابوس. اون وقت بشریت نفس راحتی خواهد کشید. البته کار آسانی نیست، کار دشواری است، مبارزات طولانی و بلند مدت میخواد. ملت ایران گامهای بلندی را در این راه برداشت است. خود نفس تشکیل نظام اسلامی بلندترین گام بود. تشکیل پیاپی مجلس قانونگذاری که مظهر مردم سالاری اسلامی است، بزرگترین کاره. نفس نشستن شما در این جایگاه، نفس حضور شما به عنوان نماینده مردم و مظهر مردم سالاری دینی، خود این یک مبارزه است. این رو باید قدر دانست و پیش برد. ما عرض کردیم اول امسال مدیریت جهادی. این مدیریت جهادی مخصوص دولت نیست، شامل مجلس هم هست، در حوزه کار مسئولیت خود مجلس طبعا، یعنی تقنین و نظارت که عمدترین مسئولیت های مجلس است. این مسئولیت ها اگر به طور جدی، بدور از انگیزه های شخصی، بدور از هر چیزی جز خدمت، انگیزه خدمت به مصالح کشور انجام بگیره، این بزرگترین کار جهادی است. کار جهادی یعنی این. انگیزه های گوناگون دخالت نباید داد.
اولویت ها رو باید نگاه کرد. من بر روی اقتصاد مقاومتی تکیه می کنم. اول سال هم عرض کردم به شما، هم حالا توصیه خواهم کرد در برنامه ششم که در پیش است، روی اقتصاد و روی فرهنگ و روی علم باید تکیه کنیم. اقتصاد مقاومتی قدم بلندی است که در این زمینه ها میتوان برداشت و دستگاه های دولتی و دستگاه های مدیریت کشور، چه در مجلس چه در دولت، بخش های گوناگون وظایفی در این زمینه دارن. علاج مشکلات کشور اینه، اقتصاد مقاومتی است. علاج مشکلات کشور، چه مشکلات اقتصادی چه مشکلات سیاسی، را بیرون از این مرزها نمیشود پیدا کرد. کار بکنن، هر کس هر تلاشی بلده انجام بده. ما هم موافقیم، بارها هم گفتیم، از همه کسایی که در بخش‌های مختلف خارجی داخلی ابتکار دارند و حرکت دارند و تحرک دارند ما دفاع میکنیم، دفاع صمیمانه و واقعی، نه دفاع سوری. اما معتقدیم اون چیزی که علاج مشکلات کشور است در درون کشور است، در درون وجود من و شماست. ما این که میتوانیم اقدام بکنیم، بلد باشیم که چه کار بکنیم و بفهمیم که راه درست کدامه و با جرأت و دلیری اون کار رو انجام بدیم، اون وقت مشکلات کشور بلا شک حل خواهد شد. یک گام بزرگ و بلند همین اقتصاد مقاومتی است. البته از روزی که این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام شده است و ذکر اون مکرر گفته شده است، مسئولین مختلف، دولتی‌ها، مجلس محترم، دستگاه‌های مختلف، مسئولان و گوناگون در مقام حمایت و ستایش از این سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برآمدند، مکرر گفته شده. لکن بنده تجربه‌ام به من میگوید که ستایش کافی نیست، حرکت لازمه. تعریف کردن کافی نیست. بله، افرادی میان مینشینن، خصوصی عمومی در منبرهای عمومی یا در جلسات خصوصی از مزایای این اقتصاد مقاومتی مطالبی رو بیان میکنن و همش هم درسته، غالبا یعنی درسته، اما خب باید اقدام کرد، عمل کرد. اون چه که در مجلس محترم انجام گرفته است که منم قبلا گزارشش داشتم، امروزم رئیس محترم مجلس بیان کردم، مشکور است. دولتی ها هم فعالیت هایی کردن، منتها باید قدم به قدم دنبال بشود، هم در زمینه تقنین هم در زمینه نظارت. در زمینه تقنین فراهم آوردن قوانین مناسب یا حذف کردن قوانین مزاحم، که این کار دوم از کار اول اهمیتش کمتر نیست. بعضی از قوانین حقیقتاً مزاحمند یا معارضند، حذف قوانین معارض و تصویب قوانینی که کمک کند به بخش‌های گوناگون اقتصاد مقاومتی یکی از کارهای مهم است. در زمینه نظارت هم، نظارت بر عملکرد دولت که مجری این حرکت بزرگ و ورود در این میدان، این نظارت هم به عهده مجلس. البته در مورد تقنین دولت محترم باید لوایح مناسب را بیارد. مجلس نمیتوانه متکی باشد به طرح‌ها صرفاً، باید لایحه بیارن. هیچ جای دیگری، همین را هم من عرض بکنم و تأکید کنم که هیچ جای دیگری نمیتوانه به جای مجلس در زمینه تصویب قوانین در مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتی و امثال اون دخالت بکنه. مجلس است که بایستی قانون رو تصویب کند، تشخیص بدهد
و اون چرا که لازمه تصویب کنه یا قانون رو حذف کند و از دور خارج کنه. یک کار دیگری که در وظایف نظارتی مجلس مهمه، مسئله مبارزه حقیقی با فساده. حقیقتا مبارزه با فساد، نگذاریم کانونهای چرکین شکل بگیرن که علاجشون مشکل باشه. گاهی اوقات یک حرکت خطا و گناه آلود رو در قدمهای اول میشود جلوش رو گرفت اگر نظارت درستی باشه. اگر ما در قدمهای اول جلوش رو نگرفتیم و پیشرفته شد این بیماری و ناسور شد این زخم، اون وقت علاجش مشکل میشه، سخت میشه. اگر به علاج هم برسد که بیم این هست که به علاج نرسه به خاطر همین عواقب، اگر به علاج هم برسه با سختی و با دشواری و با تحمل خسارت ها خواهد رسید. از اول جلوشو باید گرفت. این تجربه را ما داریم خوشبختانه در زمینه های سیاسی و اقتصادی در نظام. اما در مورد برنامه ششم که در واقع آماده باید بود برای اینکه این برنامه ششم تهیه بشه، فراهم بشه و بیاد، برنامه ششم یعنی سیاست‌های 5 سال شما، 5 سال کشور تدوین خواهد شد. نقشه راه عملی برای 5 سال کشور رو شما در این برنامه ششم انشاءالله تدوین خواهید کرد. 3 نقطه اصلی، البته برنامه باید جامع باشد، 3 نقطه اصلی وجود دارد که یکی اقتصاد است که تکیه رو اقتصاد مقاومتی در اون برنامه باید تجلی پیدا کنه، یکی مسئله فرهنگ است. مقصود ما از فرهنگ، هر جا میگیم فرهنگ یعنی فرهنگ انقلابی، فرهنگ اسلامی، یعنی ایجاد حرکت فرهنگی بر مبنای اسلام و بر مبنای ارزش‌های اسلامی و حرکت دادن جامعه، معنای حرکت فرهنگی، به سمت اهداف اسلامی، تقویت فرهنگ اسلامی و باور اسلامی و آداب اسلامی و اخلاق اسلامی و سنت های اسلامی. فرهنگ اینه. اینجور نیستش که به هر شکلی ابزارهای فرهنگی در کشور به وجود آمد ما خوشحال بشیم که بله فرهنگ پیشرفت کرده. نه، پیشرفت فرهنگ و تکیه روی فرهنگ به معنای فرهنگ انقلابی است، فرهنگ اسلامی است، فرهنگ دینی است، تقویت ارزش‌های انقلابی و اسلامی است. این مراد ماست و این اون چیزی است که مورد انتظار از من و شماست به عنوان سربازان این انقلاب، که باید سینه اونو سپر کنیم برای انقلاب کار کنیم. این 2 تا، اقتصاد و فرهنگ، و 3 علم. حرکت علمی در کشور خوب آغاز شده است در این سالها، به حمد الله در این 10-12 سال حرکت خوبی در کشور به وجود آمده. این حرکت مطلقا نباید کند بشود، بلکه باید سرعت و شتاب بگیرد. خیلی از افتخارات ملی و بخش مهمی از عزت ملی و بخش قابل توجهی از ثروت ملی به برکت علم به دست میاد. مسئله علم و تحقیق و پیشرفت در بخش‌های گوناگون علمی و کشف سرزمین‌های ناشناخته دانش، این برای کشور خیلی مهمه. این هم انشاءالله باید در برنامه مورد توجه قرار بگیره. یک مسئله هم مسئله جمعیت است که حالا سیاست‌های جمعیت ابلاغ شد، خوشبختانه مسئولین هم تجاوب کردن به این سیاست‌های جمعیت. شنیدم در مجلس هم
طرحی وجود داره در مورد افزایش باروری و پیشگیری از کاهش جمعیت. بسیار مهمه این، بسیار مهمه. هیچ منافاتی ندارد که ما مراعات بهداشت و سلامت مادران و فرزندان و نوزادان رو بکنیم که خیلی مهمه، در این حال مراقب باشیم اشتباهی رو که قبلا کردیم ادامه ندیم، دنبال نکنیم. مسئله کاهش جمعیت مسئله بسیار مهمی است. برای اون دشمنانی که اول اشاره کردم در اوایل صحبت، بهترین چیز این است که ایران یک کشوری باشه با 20-30 میلیون جمعیت که نصف این جمعیت هم کهنسال و میانسال و از کار افتاده باشن. این برایش بهترین چیزه. برنامه ریزی بتوانن بکنن برای این حتما میکنن، پول بتوانن خرج کنن حتما خرج میکنن. ما باید حرکتمون حرکت صحیح و منطقی و خردمندانه و عالمانه در مقابل این حرکت باشه. که خب خوشبختانه شنیدم در مجلس دوستان دنبال این قضیه هستید و امیدواریم که خداوند بتون کمک کنه. ما عرایزمون با برادران و خواهران مؤمن با اخلاص صمیمی مثل شما بالاخره تمام شدنی نیست. حرف خیلی داریم برای گفتن، کما اینکه شما ها هم با ما خیلی حرف دارید برای گفتن که متاسفانه مجال اون پیش نمیاد. امیدواریم انشالله خداوند متعال به شما ها توفیق بده، کمکتون کنه و بتوانید اونچنانی که مایه رضای الهیست و مایه خرسندی خود شما در پایان این مسئولیت و نیز در پایان این زندگیت انشالله به کارتون ادامه بدید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.